اما میدونید که خب برای جامعه ما از یک موزلی رنج میبره، اونم موزل فرار مغز هاست. و اجازه بدین قبل از که توضیح بدم ویدیوشو ببینیم. سلام دوستای خوبم، حالتون چطوره؟ نماز روزتون هم قبول درگاه حق انشاءالله. من وحید 10 روز از ایران برای همیشه به لطف خیلی بی‌معرفت‌ها خارج شدم. پریشب دوستم آقای شاهین صمدپور موجی برنامه شوک که احتمالا همه تو هم دیدی تو برنامهش رفتم زنگ زد گفت وحید دوشنبه احسان علی خانی گفته بیا تو برنامه اینجور حرفا. گفتم آقای علی خانی خیلی من لطف داشتم و اینکه بگید وحید واسه همیشه رفت. آره 10 روز اومدم ترکیه، رفتم یو ان ای شدم، بعد از 2 ماه مستقیم میرم آمریکا. خیلی 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 دوستتون دارم. اون بی‌معرفتایی هم که باعث آوارگی ما شدن هم دوست داریم. عاشقتونم، مراقب خودتون باشید. همین کارو میکنید؟ چه رفتاری آخه میکنید؟ یه کارگر زحمت کشی بیچاره رو که تمام هم و غمش رو گذاشته بود برای نگهداری زن داداشاش و دختر خاله‌هاش و دختر عمه‌هاش و دختر داییاش، ویلون و سیلونش کردین، آلاخون بالاخونش کردین تو کتو، برای چی اینجوری میکنید با جوون؟ حالا چی میخواد از این دختر خاله‌ها و زن داداشا و دختر عمه‌ها و دختر داییا نگهداری کنه؟ کی میخواد بالای سرشون باشه؟ کی میخواد دست نمازشی به سر بده؟ کی میخواد این کارو بکنه؟ کی؟ بیچاره رفته الان تو کشور غربت، شهر غربت، هیچ جارم که دیگه بلد نیست چی کار داره میکنه. حداقل یه زنگ به دنیا بزن اونجایی، اون همه جا رو بلده، چند تا تاتو شاپ هم خوب بلده، باهاشون قرارداد بسته، یکی بده 20 تا بزن مثلا عکسشون دیگه، نمیدونم اسمشون، تمام مشخصات همین دختر خاله پسرمو، پسرمو که بلش کنه، کی پسرمو رو کار داره، دختر خاله، دختر عمو، دیگه زن داداشا، اینا رو همه رو اسمشون رو تتو کن روی دست و بالت که یادت هم باشه جلو چشت، که دلتنگی به هر حال اذیتت نکنه. میدونم غمت قربت نکنید، نذارید اینا از دستمون برن. رفت پسر تلگرامی رفت، یعنی چه اسمایی هم میذاریم، پسر تلگرامی و دیگه نمیدونم مرد ژله‌ای و مرد ژله‌ای، آخه بیشتر شبیه آهنگای بندری میمونه مرد ژله‌ای.